کمپرسور رو آویزون کردیم، کمپرسور دو مرحله ای هست، میخوایم روغنش رو عوض کنیم. کاری که میکنین این هستش که انتهای پایین کارتر یه پیچ تخلیه هست، پیچ مگنتی هستش که ضایعات داخل چیز رو هم میگیره، آهنی، خوردگی‌های آهنی رو هم میگیره. این پیچ رو باز میکنید، فیلتر روغنش رو در میارید. ببینید این فیلتر روغن هست، با انگوش کوچیکه میتونید درش بیارید. روغن رو تخلیه میکنید. روغن رو که تخلیه کردیم، بعد میایم روغن جدید رو شارژ میکنیم. این کمپرسور، کمپرسور R22 هستش. خب از اونجایی که این کمپرسور کمپرسور R22 هست، ما میخوایم گاز R404 شارژ بکنیم. ببینید روغن BSE32 باید شارژ بشه برای R404. بنابراین مجبور هستیم روغن رو عوض بکنیم. کاری که میکنیم این هستش که در کارتر رو پایین، ببخشید، تخلیه روغن رو باز میکنیم. میبینید داخل کارتر رو کامل تخلیه شد. تخلیه رو انجام میدیم، بعد از اون کمپرسور رو با روغن جدید BSE32 شارژ میکنیم. پس روغنی که برای کمپرسورهای دو مرحله‌ای هست و میتونه با گازهای ترکیبی مثل 404 کار کنه، BSE32 هست. روغنی که داخل کمپرسور شارژ شده B5.2 هستش.